بسم الله الرحمن الرحیم. خب حاکمیت و دولت باید مسکن رو بر اساس قانون اساسی به حسب نیازهای مردم باید انجام بده و وظیفه خودش انجام بده. تو قانون اساسی گفته مسکن متناسب با نیازها. ببینید این نیازها متفاوته در کشور. یه موقع است که مسکن برای افرادی که تازه ازدواج کردن، خب طبیعی است که یه مسکن کوچکی میخواد که تا بتونن خودشونو برای آینده و جوانی جمعیت، فرزندآوری و بتونن واقعا خودشونو برسانن به اون مرحله، نیاز اولیه‌شون رو برطرف میکنه این موضوع. و خیلی از این افراد هستن که واقعا حالت تجردی زندگی میکنن، یا مثلا طرف زندگی و پدر از دنیا رفته، بچه ها نیستن، یه فرد مادری هست میخواد یه خونه داشته باشه زندگی کنن. خب اینا رو ما باید پیشبینی کنیم، به حسب نیاز برای ایشون یه مسکن کوچکی باید باشه. الان ما دچار تعارض هستیم. شهر داره میگه کمتر از 50 متر من پروانه ساخت نمیدم. برای چی نمیدی؟ این برخلاف قانون اساسیه. تو مناطق محروم، حسین آباد، علی آباد، نم اسلام آباد، ده ها این حاشیه نشینی، اینها واقعا توانایی ساخت مسکن بالاتر از 50 ندارن. خب چرا باید اینا را اجازه ندیم؟ اون موقع باید بگی اجاره هم نباید بگیری؟ خب این برخلاف قانون اساسیه، این باید اصلاح بشه. تو روستا میریم میگه آقا کمتر از 200 متر نباید باشه، بلکه تحصیلات محروم میکنیم. اینا برخلاف قانون اساسی است و برخلاف قانون در حقیقت. امروز روی کرده ما باید تامین مسکن مردم علی‌خصوص جوانان باشه، طلاب باشه، دانشجویان باشه، زندگی تأهلی اونها رو ما باید تامین کنیم. ما الان 12 میلیون جوان در حال شرف ازدواجن. خب این مسکن براش نباشه کجا زندگی کنه؟ درآمد که نداره کجا زندگی کنه؟ خب ببینید درآمد هم داشته باشه ناچیزه. ما باید واقعا انبوهی از ساختهای خودمون رو، ساخت سازهای خودمون رو برای رفع نیاز اوائل زندگی و اونایی هم که میگن آقا اسلام گفته مسکن عریض طویل، اما به حد وسع وقتی که وسع نباشه خب ضرورت اقتضا کنه. خب بله ما هم راضی هستیم. الان این دوره تو برنامه تطبیق آوردیم مسکن معیشت محور، یعنی اینکه زمینای درجه 3-4 رو بدیم به مردم، 1000 متر 2000 متر خونه بسازه و بعد بیاد خودش خاک بیاره آباد کنه، درآمد خودش هم از اونجا تامین کنه. خیلی خوبه، اما واقعا این باید وسع باشه، در وسع اون طرف صاحب مسکن باشه. ما الان خیلی از مساکن هست که تو باباچه ها درست کردن 30 متر 40 متر 50 متر 100 متر، حتی اونجا زندگی میکنن. معیشتشون هم از باغ کشاورزیه، برای اشرافی هم نیست، خدا رو کده برای ایشنوش نیومده اونجا. ما میایم اینا رو قلقم میکنیم، از اون طرف میایم تو قانون تصمیم میکنیم که مسکن معیشت میبر. ما هزاران مسکن را میتونیم در همین باغباغچه هایی که درست شده، به جای اینکه قلقم کنیم آبروی مردم رو ببریم، آبروی اون طرف رو ببریم، عزینه او رو از بین ببریم، میتونیم مجوز بدیم و قالب بدیم، سایز بدیم، معیار بدیم. یکی از این، یا مثلا تو روستاها ساخته طرف میگه خارج از محدود است. و ببینید اینا تعارض داره. ما باید مسکن کوچک یا بزرگ، نه اینکه خب کوچک هم منظور اونقدر نباشه 5 متر 10 متر، اینا دیگه معنا نداره، عنوان مسکن نمیشه. ولی مسکن یعنی آرامشگاه، جایی که انسان آرام میگیره، استراحت میکنه، زندگی خودشو از اونجا شروع میکنه تا بیره بالا، تا سازهای بزرگ مسکن بزرگی رو به دست بیاره. بنابراین امروزه دولت باید بیاد این تعارضا رو برداره، از این ظرفیت ها استفاده کنه و نیازهای مردم رو برآورده کنه، نیازهای دانشجویان طلاب رو برآورده کنه، نیازهای فقیر فقرا رو برآورده کنه. شورای عالی شهرساز معماری رو باید قوانینش اصلاح کنیم. چرا باید 50 متر پایین نباید بسازه؟ بنابراین اگر 50 متر مقاوم ساخته بشه خیلی ارزش داره، تا اینکه نسازه و بری اجاره و باخت فرسوده زندگی کنیم. بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت،
ده ها موضوع دیگه در قانون اساسی دولت را واجب کرده تامین کنه. هیچ موقع نگفته مسکن برای متأهلین. خیلی از جوانهای ما الان واقعا دوست دارن درس بخونن، مدت ها درس بخونن، کجا بخونن؟ خب همیشه که تو خوابگاه نمیشه، یه مسکن میخواد، یه مسکنی که راحت باشه، در میان افراد دیگه نباشه. خب فرض کنید خوابگاهه، خوابگاه میتونه دوام بیاره، اما 3 سال 4 سال خیلی از این زبانان ما سنشون رفته بالا، دوست داره یه مسکنی خودش باشه، تحقیقاتش ادامه بده، اشتغالش بیاد خودش با آرامش ادامه بده، پیش پدر مادرش نباشه اما نظارت کنه به پدر مادرش. حالا پسر از 40 سال داره، 50 سال داره، دختر از نتونسته ازدواج کنه، خب چه بسا این مسکن باعث بشه زمینی ازدواج فراهم بشه. ما نباید همیشه تصور منفی داشته باشیم، این دختر تازه مثلا تنها زندگی میکنه. خب درست تنها زندگی کردن، اما مقدمه به اصطلاح اجتماعی زندگی کردن رو فراهم میکنیم یا نه؟ آرامش، مردم آرامش میخوان، چه پسر چه دختر و عرضم بوزه علاقص متأهلین. این بحث به نیازهای فردی و اجتماعی مردم رو از جهت مسکن قانون اساسی گفته باید تامین کنیم، اینجا تعهد تجرد نگفته، نیازهای مردم رو گفته باید ما برآورد کنیم. مردم اهم از چه متعلم چه غیر متعلم، شاید خیلی الان آمار طلاق رفته بالا، خب متعلم نیست، دو تا هم فرزند داره، کجا زندگی کنه؟ بگیم که آتون متعلم نیستی؟ نه، برای اون حتما باشه. فرقی هست که نتونسته ازدواج کنه، حاکمیت مقصر بوده، تحریم مقصر بوده، خودش نتونسته، خودش رد کرده، چه پسر چه دختر. خب اون نباید یه مسکنی داشته باشه که بتونه واقعا زندگی بعدی خودش رو تامین کنه. بنابراین اینها به نظر من یک امر فطریه، نیاز ضروریه. ما باید همونطور که برای متأهلین دانشگاه و طلاب پیش بینی میکنیم، برای همینا همین زبانهایی که ازدواج نکردن ازم به حضور موندن، نه نمیتونن ارزم به حضور، اصلا نمیخواد تو خونه که پدر مادرش از راحت نیست، چه بسا خونه برادر خانم ارزم به حضور، دیگران دیگه نظر رو زندگی میکنه مثلا، خب میاد مستقل زندگی کنه، خب عیب نداره. اگر امنیت شما تضمین کنیم که الحمدلله تضمین کردیم، خب برای اون هم مسکن در نظر بگیریم.